در طول قرن 18 میکروسکوپ در زمره وسایل تفریحی به شمار می آمد، اما با پژوهش‌های بیشتر پیشرفت‌های قابل توجهی در شیوه ساختن عدسی شیعی حاصل شد. چون بزرگنمایی میکروسکوپ نوری از محدوده معینی تجاوز نمی‌کند، تحقیقات بسیاری صورت گرفت تا برای بررسی بسیاری از پدیده‌هایی که احتیاج به بزرگنمایی بیشتری دارند، وسیله دقیق‌تری با بزرگنمایی بیشتر ساخته شود. نتیجه این پژوهش‌ها منجر به ساختن میکروسکوپ الکترونی شد. اما در سال 1981 پژوهشگران شرکت IBM نوعی میکروسکوپ ساختند که نام آن STM بود. این دستگاه میتوانست پستی و بلندی‌های در مقیاس جهان نانو را نشان دهد. میکروسکوپ STM این امکان را به دانشمندان داد که برای اولین بار اتم‌ها و مولکول‌ها را ببینند. قبل از ساخته شدن این دستگاهی که در سال 1981 توسط IBM توی زوریخ ساخته شد و 1986 برای سازندش جایزه نوبل رو برایشون به ارمغان آورد، بشر نتونسته بود تصویر از اتم ها رو بگیره. چیزی به نام عکس اتم نداشتیم، یعنی زمانی که انیشتین اینا همش در حد تئوری و سیمولیشن بوده. سیمولیشن یعنی همون که میدونید شبیه سازی بوده. تصاویری که از اتم ها ما قبلا داشتیم فقط به صورت شبیه سازی بوده، تصویر نبوده. این سیستم هایی استش که علاوه بر این ما در آینده خواهیم تونست میکروچیپ ها رو و نانو چیپ ها رو که و یا سیستم هایی که به نام میکرو الکترو مکانیکال سیستم ها و یا نانو الکترو مکانیکال سیستم ها هستن با همین دستگاه بتونیم توسعهشون بدیم. یعنی خودکفایی رو برای کشور ما از نظر تکنولوژی برمغان آوردن. حقیقتاً برای ساخت دستگاه STM ابتدا بنا به خرید دستگاه داشتیم، ولی به فکر این افتادیم که بررسی بکنیم آیا امکان ساخت این دستگاه در کشور وجود داره یا نه، و یک فاز مطالعاتی اولیه در حد چند هفته ای انجام شد و بعداً کار رو به صورت مرحله‌ای شروع کردیم و یک پروژه مقدماتی برای امکان سنجی طراحی و ساخت این دستگاه انجام شد که بعد از 9 ماه یک نمونه اولیه ساخته شد که تصاویری اولیه تونستیم بگیریم. این قدم بزرگی بود که در راستای این پروژه برداشته شد و وقتی ما تونستیم نشون بدیم که توانمندی ساخت این دستگاه وجود داره با ارائه تصاویری که از اون دستگاه نمونه گرفته بودیم، به هر حال ستاد ویژه توسعه فناوری نانو متقاعد شد که این پروژه ارزش سرمایه گذاری داره و مجموعاً 15 نفر در طراحی و ساخت این دستگاه مشارکت داشتن که خوشبختانه بعد از گذشت 2 سال و فعالیت منسجم و شبانروزی موفق شدیم که 5 دستگاه به صورت صنعتی ساخته بشه که ملاحظه فرمودید. به نظر من افرادی که در این پروژه شرکت کردن، علی رغم اینکه هر کدومشون دارای تخصص خیلی بالا بودن، ولی خیلی تواضع داشتن و احترام زیادی برای تخصص دیگر اعضای تیم قائل بودن و ارزش برای کار اونا قائل بودن. مثلا من الان خودم مطمئن هستم که علی رغم اینکه تلاش زیادی کردم، ولی به هیچ عنوان به تنهایی امکان اینکه به چنین نتایجی برسم وجود نداشت. مجموعه ما تونست
برای اولین بار در ایران این دستگاه رو طراحی کنه و خودش بسازه و خوشبختانه ما جز اون 8 کشوری در دنیا هستیم که این تکنولوژی خیلی بالا رو خودمون تونستیم بسازیم و خودمون تونستیم طراحی کنیم. این به ما یک آوانتاژی رو میده، یک در اصل حسنی رو ما به ما میده که ما میتونیم تمام سیستم هایی که در رابطه با نانو تکنولوژی هستن از این به بعد خودمون در ایران طراحی کنیم. دستگاه STM وسیله ایه که با استفاده از یک سوزن تیز از یک نمونه مادی تصویر برداری میکنه و البته کارهای اضافه بر این هم انجام میده. به وسیله این دستگاه میتونیم اتم ها را جابجا بکنیم، اتم هایی که میل ترکیبی ندارند هم به هم بچسبونیم، طراحی بکنیم مولکول های جدید رو. و این دستگاه اساسا مادر نانو تکنولوژیه، تکنولوژی آینده، اون چیزی که به اصطلاح شکل تولیدمون را در آینده تعیین میکنه. این تصویر یک مولکوله، یک مولکول آنتیبادیه. در اصل ابعاد این مولکول چیزی هست در حدود 12 در 10 در 2 نانومتر. همطور که میبینین این در اینجا یک تصویر شبیه سازی شده شه که شما دارین در اینجا میبینین، من با ماست نشون میدم و اینجا تصویر واقعی شه. همونطور که میبینین دقیقا این شبیه سازیش در آوردیم، یعنی تصویری که ما گرفتیم هنوز در دنیا چاپ نشده، ما اینو میفرستیم برای چاپ. این قسمت رو بهش میگن قسمت که آنتیژن میبنده و این قسمت FC بهش گفته میشه در اصطلاح. همونطور که فرو رفتگی ها رو میبینیم، فرو رفتگی این قسمت نوع زاویهش رو نگاه کنیم دقیقا این همین ما تصویرش رو تونستیم بگیریم. یعنی یک مولکول، یک سینگل مولکول که یک مولکول خیلی کوچیکی هستش. الکترونیک دستگاه STM در اینجا بورد‌های الکترونیک مونتاژ و تست میشه و به بخش‌های دیگه ارجاع داده میشه. در حال حاضر مشغول مونتاژ و تست دستگاه بورد تقویت کننده جریان هستیم که در پشت سوزن دستگاه قرار میگیره برای تقویت جریان بسیار کوچیک سوزن. در طراحی و ساخت این دستگاه 3 تیم شرکت داشتند، تیم نرم افزار، الکترونیک و مکانیک. جمعاً 15 نفر متخصص در طراحی و تولید این دستگاه دخالت دارن. تولیدش به صورت باز یک کار خیلی تخصصیه، یعنی کسانی که در تولید شرکت دارن باز در رشته خودشون در حد دکترا و فوق لیسانس و اینا هستن و از نظر قیمت انواع خارجی حد اقل 2-4 برابر این سیستمه، به طوری بوده که آزمایشگاه های نانوی کشور به دلیل این گرونی تهیه نمی کردن. انواع اروپایی و غربیش حدود 200,000 دلار، انواع شرقی تا 100,000 دلار. قیمتی که ما میتونیم عرضه بکنیم باز یک چهارم انواع غربیه، در صورتی که بعضی از مشخصات فنیمون از نوع شرقی هم بهتره. با توجه به اینکه بخش‌های مختلفی در این سیستم وجود داره، از مکانیک، الکترونیک آنالوگ، سخت افزار، پردازش تصویر و قسمت‌های ویژوالایزیشن و نمایش، لازم بود که کل این امکانات به ساده‌ترین شکل ممکن در اختیار کاربر قرار داده بشه که کاربر خودش مستقیماً درگیر پیچیدگی‌های سیستم نشه. برای این اساس نرم افزار تهیه شد که دقیقاً این هدف انجام میده، یعنی بدون اینکه اون کاربر اطلاعاتی از داخل سیستم داشته باشه کل اسکنای ممکنه میتونه به سادگی انجام بده، کل نمایش‌های دو بعدی و سه بعدی در اختیارش قرار میگیره و کل سیستم به طور خلاصه. کاری که ما انجام دادیم اساساً طراحی تمام سیستم‌های الکترونیکیه که توی این دستگاه استفاده میشه. در حال حاضر مونتاژ 5 از دستگاه‌هاست که داریم انجام میدیم که سفارش بوده برای فروش. این نوع سیستم‌هایی هستن خیلی با تکنولوژی بالا و قیمت‌های خیلی گزافی دارن، قیمت‌های خیلی بالایی دارن. علاوه بر این شما وابسته میشین به اون کشور سازنده، ولی در اینجا دیگه شما وابسته کشور سازنده نیستین، شما تکنولوژی رو خودتون دارین، چون که تکنولوژی رو میاره و شما بعد از این عرض کردم شما میتونین خود میکروچیپ ها رو نانوچیپ ها رو
تمام نرم افزارش رو، سخت افزارش رو خودتون میتونید پیاده کنید، خودتون میتونید در همه جای کشور میتونید اینو استفاده کنید و تغییرش بدین به نسبت به خواسته های اون آزمایشگاه، درخواسته اون آزمایشگاه، نیازهای اون آزمایشگاه. شما میتونید تغییرات رو خودتون بدین بدون که به کشوری وابسته باشین، چون که اینا خیلی تکنولوژی خیلی خیلی بالایی هستن و ما حتی اوایل کار که درخواست اینا رو میکردیم به ما نمیفروختن. الان ما الان 8 تا 10 تا ایمیل دارم که ما از امریکا و جای دیگه خواستیم که به ما ندادن، گفتن ایران جز کشورهایی است که ما بهش این سیستما رو نمیفروشیم. خوشبختانه این دستگاه که در این مرکز طراحی و ساخته شده از قابلیت بالایی برخورداره و تصاویری که در از ساخت نانو ساختارها گرفته با کیفیت بالایی ارائه شده و در این راستا بود که خوشبختانه اولین مشتری ما از مجموعه های داخل کشور نبود و وزیر علوم کشور مالزی که به ایران سفر داشت همراه با متخصصین حوزه نانوتکنولوژی پس از ارزیابی این دستگاه بر حال دو تا از این دستگاه رو ما سفارش دادن که انشالله در آینده نزدیک ارسال میشه و در این راستا بخش علوم و تکنولوژی سازمان کنفرانس اسلامی هم در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت و خوشبختانه بانک توسعه اسلامی هر گونه حمایت رو در راستای سرمایه گذاری و بازاریابی در کشورهای اسلامی رو اعلام کرد. ساخت این دستگاه پیشرفته زمینه را برای ساخت تجهیزات و میکروسکوپ های پیشرفته دیگر که از ملزومات اساسی تحقیقات نانو هستند فراهم می کند. مشارکت تیمی 15 نفره از متخصصان رشته های مختلف در ساخت این تجهیزات پیشرفته در داخل کشور حاکی از توانمندی بالای محققان ایرانی در ساخت تجهیزات با طراحی بالا، های تک و بومی کردن این فناوری ها در کشور است. مهمترین عامل که موفقیت این طرح رو به دنبال داشت ابتدا خودباوری بود و اینکه مجموعه متخصصینی که تو این پروژه درگیر شدن به این باور رسیده بودن که میتوانن این کار رو انجام بدن و نهایتا مدیریت این پروژه بود که بتونه ارتباط بین بخش‌های مختلف رو ایجاد بکنه و تیم رو به صورت منسجم در راستای به ثمر رسوندن این پروژه هدایت بکنه و از انحراف و مسیرهای انحرافی جلوگیری بکنه. به هر حال این عامل مهمی بود که تونست ما رو به موفقیت برسونه. برای علاقه‌مندایی که تا الان این برنامه رو نگاه کردن و دانشجوها و کسایی که در این رابطه اطلاعاتی دارن، من یک سوالی دارم در رابطه با همین برنامه، در رابطه با همین کار. همونطور که اطلاع دارین اسکنینگ تانک میکروسکوپی در محیط خشک کار میکنه، یعنی ما نمونه‌هامون رو خشک میکنیم بعد ازش تصویر میگیریم. اینا برای اینکه در محیط مایع کار کنن ما سیستمی رو احتیاج داریم به نام بی پتانسیل استات. حالا ما چطوری میتونیم این سیستم رو حذف کنیم؟ یعنی چطوری میتونیم بی پتانسیل استات رو از سیستم حذف کنیم؟ چطوری میتونیم استیم رو توسعه بدیم که مستقیما در محیط مایع کار کنه بدون استفاده از بی پتانسیل استات؟ برای کسایی که یک راه درست، یک راهکار درست و پاسخ درستی به ما ارائه بدن، ما یک جایزه نفیسی براشون در نظر گرفتیم. امیدوارم که بپسندن. متشکرم. خدا نگهدار.